سلام دوستان، خوش آمدید به برنامه پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی. مهمان این بار ما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران و روابط بین الملل هستند در بریتانیا. درود بر شما دکتر تقی‌زاده در گلاسگو. وقت به شما خوش آقای فرهودی. برنامه امروز اختصاص داره به بررسی سخنرانی اخیر شاهزاده رضا پهلوی و ارائه آنچه که یک پیمان نوین خوانده شده به ملت ایران. همینطور نگاهی اجمالی خواهیم داشت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر نتیجه اون بر وضعیت ایران. و مثل همیشه سوالاتی را هم که شما مخاطبین گرامی از طریق توییتر فرستاده اید با مهمان برنامه مطرح خواهم کرد. و اما روز دوشنبه 7 مهر 99 شاهزاده رضا پهلوی از همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه در ایران خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات برای گذار از جمهوری اسلامی متحد شوند. او در پیامی ویدیویی گفت دلیل سخنرانیش آغاز گفتگو برای ارائه یک پیمان نوین است. فرزند شاه فقید که شناخته شده ترین و به روایتی محبوب ترین رهبر اپوزیسیون ایران است گفت به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز می کنم و می خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگ بینی و برتری جویی روی یک هدف متمرکز شوند، نجات ایران. رضا پهلوی ارتش رو به دفاع و حفاظت از ملت ایران در برابر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی فرا خواند و از بدنه سپاه و بسیج پرسید که آیا نمی بینید که به اصطلاح سرداران سپاه تنها در پی مالندوزی از طریق فساد و جنایت بیشتر هستند و ثروت و قدرت در انحصار گروهی از روحانیون و سرداران دزد قرار گرفته است؟ شاهزاده مسیر پیروزی را پیوند زدن اعتصابات، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی در نقاط مختلف کشور و ایجاد یک شبکه بزرگ اعتراض توصیف کرد. دکتر تقی‌زاده، طرفداران شاهزاده پیمان نوین رو حاوی راهکاری عملی برای براندازی حکومت اسلامی و برون رفت از موزل کنونی می‌دونند، ولی منتقدین میگویند که این پیام نکته تازه‌ای در بر ندارد و علارغم این گفته شاهزاده که هدفش رسیدن به قدرت سیاسی نیست، وی میخواهد در نظام آینده صاحب قدرتی برتر از دیگران شود. ارزیابی شما از این پیام چیه؟ نقاط قوت و ضعف اونو به اختصار بفرمایید. برای شما میگوشتم آقای فرهودی، دموکراسی حرف نوعی است، آزادی حرف تازه است، مخالفت با دیکتاتوری اگر که تکرار بشه دلزدگی ایجاد میکنه. شاهزاده رضا پهلوی در یک برهه خاص از وضعیت کنونی و تاریخ حاکمیتی که جمهوری اسلامی در اون یک پرانتز ایجاد کرده، یک حرف تازه در یک شرایط خاصه. این حرف اگرچه به ظاهر یا به زعم کسانی که مخالف شاهزاده هستن درش نکته تازه نیست، این رو میتونن به عنوان یک نکته شروع تازه بگیرن. آقای فرهودی، ایران در خطر قرار داره، نه در خطر از جانب جمهوری اسلامی به تنهایی، حتی وضعیت عبور از این حکومت میتونه به اندازه موجودیت این حکومت برای ایران خطرناک باشه. نحوه عبور از این حکومت 1001 راه ممکنه فراهم بکنه که جنگ یکی از اونهاست. خشونت لجام گسیخته بعد از عبور از این حکومت یکی از اینهاست. مملکت ما وارث یک وضعیت از هم پاشیده است که مردم نه تنها فقر زده شدن، بی نهایت خشمگین و عصبانی هن. این خشم خفته است، 40 سال زیر خاکستر نگهداری شده. وقتی که زمینه بروز خشم مردم فراهم بشه بعد از عبور از این حکومت، شما میتونید ببینید که دامنه این آتش سوزی ها تا کجا خواهد رفت. رضا پهلوی تنها فرصتی است که
میتونه در اختیار مدعیان مخالفت با این رژیم قرار بگیره و اگر اونها دور هم جمع شدن و این جمع آوری مخالفین به اصطلاح شناخته شده با مردم داخل کشور پیوندی خورد و نهادی پشتوانه این تلفیق بود، تلفیق مدعیان جمهوری اسلامی با توده های مردم در داخل کشور، راه نجاتی رو میتونه نشون بده. شاهزاده رضا پهلوی امام زمان نیست، کاوه آهنگر نیست، دوران ما دوران حتی 20 سال گذشته هم نیست. در داخل ایران جامعه ما هر یک سال متفاوت با سال قبل، انتظارات مردم، شریعت، شرایط معیشتی مردم، سیاست حاکمیت روز، همه در حال تغییرن و باید ما خودمون رو با این تغییرات وفق بدیم. و شاهزاده رضا پهلوی به این علت که نماد یک تداوم تاریخی هست، نماد تقابل با حاکمیتی است که مملکت رو از رفاه به فقر کشیده، میتونه نقشی ایفا بکنه که با حمایت از اون، با پشتیبانی از اون گروه هایی که مدعی آزادی ایران هستن، بتونن به ایران آزاد کم خشونت برسن. من نمیگم فردای تغییر این حکومت همه چیز گلباران و زیبا و گرم و نرم خواهد شد، خیر، ولی با شناختی که از روحیه این مرد دارم میدونم در مقایسه با هر کدام از گروه های مدعی جمهوری اسلامی، هر کدام از افراد شناخته شده سنخیت بیشتری با دموکراسی و آزادی داره و او اگر مورد پشتیبانی بقیه قرار بگیره میتونه انتقال قدرت رو به شکل مسالمت‌آمیز زمینش رو فراهم بکنه یا به این قضیه کمک بکنه. کسایی که آقای من یک جمله انتهایی دارم، کسایی که مخالفت میکنن با پیام شاهزاده و اون رو نو نمیبینن یا غیره، واقعا از خودشون باید بپرسن آیا مثلا شکل جمهوری برای اونها مهمتره یا آزاد شدن ایران؟ شکل خاص حکومت مهمتره یا رسیدن به دورانی بعد از این حکومت؟ و اگر اونها فکر میکنن که قابلیت و ارزش و پایه و مایه لازم رو برای هدایت این گروه دارن، یک نشانه حداقل عرضه بکنن و کسانی که خودشون رو محور این ماجرا معرفی میکنن، خودشون رو مثل ملا نصرالدین مرکز زمین میبینن، اگر واقعا اندکی درایت داشته باشن میفهمن که بخشی از یک چیز هرچند اندک باشه متناسب با لیاقت جایگاه ما باشه، بهتر از همه چیزی است که بعد از صفر میاد. اینها عددهایی هستند که بعد از صفر خودشون رو محاسبه میکنن، در حالی که اگر این صفرها در کنار یک عدد قرار بگیرن و این عدد خودشون اعتراف میکنن که در شرایطی که کنونی هیچ کس به جز شاهزاده رضا پهلوی نیست، این صفرها تبدیل به ارزش میشه. بله. خب دکتر تقی‌زاده، برخی از هموطنان بر این باورند که شاهزاده باید ابتدا با رؤسای گروه‌های سیاسی به توافق میرسید و آنگاه متن این توافق رو به عنوان پیمانی نوین تقدیم ملت ایران میکرد. چه معلوم که دیگر گروه‌ها حاضر به همکاری با شاهزاده برای براندازی نظام یا به قول ایشون گذار از جمهوری اسلامی باشند؟ من با این فکر مخالفم. این فکر 40 ساله که تجربه شده. گروه های سیاسی مخالف شاهزاده این قضیه رو مطرح میکنن برای اینکه فرصت چانه‌زنی پیدا بکنن. وقتی چانه‌زنی فرصتش برایشون فراهم شد، از اعتبار شاهزاده برای کسب اعتبار سوء استفاده بکنن و بعد حتی اگر یک توافق ضمنی و کوچکم صورت میگیره، این توافق رو نسبت بهش عهدشکنی بکنن. شاهزاده رضا پهلوی در طول 40 سال گذشته در جهت کسانی که طرفدار مشروطیت و طرفدار پادشاهی مشروطه بودن، به مراتب کمتر حرکت کرده تا به سمت گروه هایی که در میانه یا چپ سیاست ایران بودن، به سمت جمهوری خواهان بیشتر رفته، به سمت مخالفین حکومت بیشتر رفته. حتی نهادهایی که درست کرده در گذشته، کسانی که دستیار بودن، کارکن بودن، شهرت جمهوری خواهی بیشتر داشتن.
تا شهرت به طرفداری از پادشاهی. بنابراین واقعا اگر این تلاش برای ائتلاف مقدماتی به جایی قرار بود برسه، تا به حال رسیده بود. اینجاست که شاهزاده ضمن این که با مخالفین یک بار دیگه صحبت میکنه، عموما به سمت مردم میره و این مردم اصلا که باید تصمیم بگیرن راه فردای شما از کجا آغاز میشه. بله، در این پیمان شاهزاده میگوید من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشان دست یاری دراز میکنم. فکر میکنید در میان این گروه ها چه سازمان هایی رو میشه مشخصا نامشون رو بر زبان آورد که ممکنه مثلا با شاهزاده حاضر به نوعی همکاری باشن برای گذار از جمهوری اسلامی؟ آقای فرهودی، شاهزاده رضا پهلوی تا جایی که من شناخت دارم دستهاش رو برای همه گروه ها باز کرده. این باور اوست که ایران فردا ساختار سیاسیش بایستی که یک دوچرچ باشه، باید یک مسجد جامع باشه، یا به قول مولانا یا بازای هران که هستی بازای گر کافر و گبر و بت پرستی، به دنبال گرایش خاصی نیست. و این رو ما بپذیریم که شکل حکومت در وضعیت کنونی هدف ما نیست. هدف ما رسیدن به اولین مرحله است و اون آزادی ایرانه. خب بله دکتر تقی‌زاده، ولی همین الان فرض کنید یک گروهی به نام مجاهدین خلق اینجا وجود داره، خودش رو بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران در خارج از کشور میدونه و یک نوع ادعایی هم داره که مثلا در آینده باید در قدرت سهمی داشته باشه. آیا شاهزاده وقتی میگوید همه گروه ها فارغ از گذشته و فارغ از گذشته و گرایش سیاسیشون به اونا دست همکاری دراز میکنه، آیا مجاهدین خلق هم در اون طیف قرار میگیرن؟ تصور میکنم که قرار میگیرن با همه مخاطراتی که این دعوت داره، ولی وقتی شما پیشنهادی میکنید حدس هم میزنید که از این دعوت چه کسانی استقبال میکنن چه کسانی با اون مخالفت میکنن. مجاهدین خلق تا همین اخیراً حتی از مصاحبه با شبکه ها و رسانه هایی که فکر میکردن با اونها در تضادن پرهیز میکردن. یعنی یک نوع انحصار طلبی بخشی از فرهنگ سیاسی این گروه سالخورده است. بنابراین وقتی شما میگید که این دعوت عامه، ولی میدونید که چه کسانی این دعوت رو لبیک میگن چه کسانی نمیگن. در هر حال در فردای ایران، اگر این ایران آزاد باید باشه، مجاهدین خلق هم میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. باید خودشونو به محک رأی مردم بزنن، نه اینکه از پیش مثل بقیه گروه ها و گروهک هایی که وجود دارن خودشون رو تام الاختیار در مرکز قدرت ببینن و به چیزی کمتر از اون رضایت ندن. امکان هر نوع گرایش با این گروه، با این افراد، با این طرز فکر، با این شناخت سیاسی وجود نداره برای هیچ کس. خب نکته دیگه این که شاهزاده ارتش بدنی سپاه و بسیج رو به همکاری برای دفاع از مردم در برابر رژیم سرکوبگر خامنه‌ای و براندازی این نظام فراخوانده. فکر میکنید با وجود کنترل سفت و سختی که رژیم روی نظامیان داره و در هر پادگان یک یا چند آخوند هر روز مشغول مغزشویی نظامیان هستند و خبرچین‌ها کوچکترین تحرک نفرات رو به مقامات امنیتی اطلاع میدند، شانس ریزش نیرو چه در ارتش و چه در سپاه چقدر میتونه باشه؟ وضعیتی که الان ما ارزیابی میکنیم با وضعیتی که در صحنه ممکنه اتفاق بیفته ممکنه خیلی فرق بکنه. آقای فرهودی، من قبول دارم که جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته یکی از هدفاش این بوده که فرهنگ حاکم بر ارتش رو تغییر بده و این رو به نوعی امنیتی بکنه، به نوعی اسلامی بکنه، ولی موفق نشده. اگر موفق شده بود الان ما یک سپاه داشتیم و ارتش منحل شده بود و نیروهای ارتش در شکم سپاه قرار می دادن. موفق به این کار نشدن، ولی باور دارم که این ارتش در طول 40 سال گذشته هم از نظر ابزار و تجهیزاتی که داره تنزل داده شده و هم فرماندهی آخوندی درش داشته، ولی هنوز ما میبینیم جرقه هایی مثل اون چی که ستاری زد امکان پذیره که در ارتش شکل بگیره، ولی ما شبیه این جرقه ها رو
اگر 38 سال پیش در سپاه می‌دیدیم، در شروع جنگ ایران عراق مدت هاست که در سپاهی فراموش شده، یعنی سپاه به نوعی در درون حکومت حل شده، جذب شده، ارتش اینطور نشده. ولی حسن بزرگی که ارتش میتونه داشته باشه حفاظت از نظم و امنیت بعد از انتقال از این حکومته. آیا در برابر رژیمی ظالم و سفاک که برای ادامه بقای خودش دست به هر نوع سرکوبی میزنه، شاهدش بودیم دو تا تغییرزاده، با نافرمانی مدنی میشه به هدف نهایی یعنی سرنگونی نظام رسید؟ پاسخ شخص من رو میخوای؟ خیر. ممکنه من در این جنبندی اشتباه میکنم، ولی تنها تکی کردن به مخالفت مدنی سرپیشی از قوانین حکومت منجر به سقوط حکومت نخواهد شد. خب چه راههای دیگری وجود داره؟ شاهزاده صحبت کردن از اینکه پیوند بزنیم این اعتصابات و اعتراضات رو در گوش و کنار کشور به هم و یک شبکه بزرگ مقاومت ایجاد کنیم. چگونه این باید صورت بگیره؟ یعنی راهکار عملیش چیه؟ روی زمین چه تحولاتی باید بعد از این سخنرانی شاهدش باشیم؟ شاهزاده طبیعتش صلح‌جوست تا اونجایی که من میشناسم، مخالف با خشونت. ولی واقعیت این است که تغییر قدرت، انتقالش از یک حکومت دیکتاتوری خشن به مردم در شرایط عادی امکان پذیر نیست، مگر اینکه فروپاشی در درون حکومت صورت بگیره، چنانکه این فروپاشی در اتحاد شوروی در یک فاصله 5 ساله اتفاق افتاد. من وضعیت ایران رو کاملا قابل تطبیق با اتحاد شوروی سابق نمی‌بینم، ضمن اینکه خشونتی که اتحاد شوروی علیه مخالفینش می‌کرد طبیعتاً در دوره استالین به مراتب زیادتر از دوران گارباچف بود. در وضعیت فعلی عکس این ماجراست. خشونتی که الان حکومت داره به خرج میده علیه مخالفینش حتی در دهه 60 هم کمتر دیده میشد، البته با امکاناتی که امروز در اختیار این حکومت قرار داره و وضعیت پیامونی اون در جامعه جهانی. امکان خونریزی های دهه 60 در دنیا برای هیچ کشوری وجود نداره. میبینیم چینی ها هم با اینکه ده ها هزار مسلمان رو به زندان ها میکشن، هزاران مسجد رو خراب میکنن، ولی کمتر میبینیم که خون از دماغ کسی جاری بشه. یا ما میبینیم در بلاروس، روسیه سفید، مردم معترضن ولی کمتر کسی مثل دهه 60 ایران به جوخه اعدام سپرده میشه. این وضعیت در اختیار جمهوری اسلامی الان قرار نداره. با این وجود یکی از خشن ترین دوران های 41 ساله دو ساله حکومت جمهوری اسلامی رو ما شاهد هستیم. بنابراین انتقال حکومت با همه سوابق کشتاری که داشته، که در هیچ خانواده آدم بدون عزادار نمیبینید شما، یعنی خانواده ای نمیبینید که عزادار درش وجود نداشته باشه، و اینا خشم خفتشون بیدار میشه. حالا در چنین وضعیتی باید دید که انتقال قدرت آیا به شکل مسالمت‌آمیز، مثلا مقاومت مدنی و غیره، امکان پذیره؟ به نظر من امکان پذیر نیست، ولی داشتن یک مرکز قدرت، داشتن یک نماد صلح‌جو، اتفاق نظر و اتحاد به دنبال یک محور، امکان کاهش خشونت رو به مراتب زیادتر از اون میکنه که میتونه در خیال بگنجه. در حقیقت به نظر من تنها مسیر عبور از این حکومت به آزادی و حکومت مردم در شرایط فعلی تنها شخصیتی مثل رضا پهلوی است و اتحاد او با نیروهای داخلی و خارجی. شما فرمودید که رضا پهلوی حامی جنبش مقاومت غیر مسلحان است، ولی بعضی ها میگویند که باید مثلا اصل دفاع مشروع رو هم ایشون مد نظر قرار بدن و حمایت خودشون رو اعلام بکنن. وقتی مردم در برابر تیر رژیم قرار میگیرن باید بتونن از خودشون دفاع کنن. آیا شاهزاده فکر میکنید موافق باشه با اصل دفاع مشروع؟ با اصل دفاع در شکل دفاع هیچ کس روی مخالف نداره. شما بروتون یه نفر اسلحه میکشه، از هر ابزاری برای اینکه اون اسلحه رو خاموش بکنید استفاده میکنید، من جمله حمله متقابل.
اینها توجیهات مختلف و شناخته شده ای داره در سطح بزرگتر کشورها، حتی بنابر قوانین سازمان ملل متحد به عنوان نیروی بازدارنده، واکنش بازدارنده، ایجاد ظرفیت بازدارندگی از حمله متقابل نه تنها استفاده میکنن، حمله پیشگیرانه رو هم بهش متوسل میشن. این در قطعنامه منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده، فصل 7 بند 42 به اون صراحت داره. و وقتی در حد یک کشور ما به دفاع مشروع مشروعیت میدیم، طبیعی است که یک فرد هم میتونه دفاع مشروع رو به عنوان حق طبیعی خودش به اثبات برسونه. ولی این رو به عنوان یک نسخه سیاسی به مردم عرضه بکنی، به نظر من پیشنهاد برای آغاز خشونته. بله. بعد از سخنرانی شاهزاده، برخی از شبکه‌های فارسی خارج ضمن انعکاس این خبر به این نکته اشاره کردند که این نخستین باری نیست که رضا پهلوی در سالهای گذشته تلاش کرده تا شماری از نیروهای اپوزیسیون رو گرد هم بیاره. اونها از دو تجربه شورای ملی برای انتخابات آزاد و ققنوس یاد کردند که بعد از مدتی بر اثر تفرقه و دو دستگی و شاید هم نفوذ مهره‌های ارسالی جمهوری اسلامی از فعالیت باز موندند. شما خودتون با شاهزاده در شورای ملی برای انتخابات آزاد همکاری داشتید و بعداً از اون خارج شدید. تفاوت ابتکار جدید با دو تجربه قبلی رو چه می‌بینید؟ تجربه گذشته آقای فرهودی تجربه گذشته است. بله، من در شورای ملی بودم، سخنگوی اون شورا بودم تا زمانی که شکل جامع بگیره و شاهزاده رضا پهلوی این فکر رو شاید فکر موفقی ندید و ایشون هم عملا از این حالت خارج شد، از این وضعیت خودش رو بیرون آورد. ولی شکست یک تجربه یا به نتیجه نرسیدن دلیل این نیست که شما تلاش تازه‌ای نکنید. آقای دونالد ترامپ میاد در یک وضعیتی ورشکسته یا حتی مالی میشه، ولی آیا از تلاش برای سرمایه گذاری یا تجدید حیات اقتصادی چشم میپوشه؟ شاهزاده رضا پهلوی هم حسنشه که در طول 40 سال گذشته این مبارزه رو ادامه داده و متوقف نشده. شاید شورای ملی که عملا از کار افتاد فکر درستی بود، ولی بعد به موقع اجرا گذاشته شد. ققنوس شاید دیدگاه‌هایی که برای خودش ترسیم کرد با بضاعت‌هاش هماهنگی نداشت و به نتیجه نرسید. افق بسیار بازی رو برای خودشون فراهم کرده بودن، ترسیم کرده بودن که به نظر من دست نیافتنی بود. این قضاوت من در مورد ققنوس هم خیلی روشن گفتم، به دل ادهی ننشست، ولی به هر حال واقعیتی بود که باید گفته میشد. ولی در این مورد شاهزاده بدون اینکه همونطور که بعضی از گروه‌های سیاسی می‌خواستن با اونها وارد ائتلاف و گفتگو و نمی‌دونم بدبستان بشه، با مردم در حقیقت یک نامه باز نوشته، یک بیانیه آزاد صادر کرده. این رو به عنوان مکاتبه با این گروه و اون گروه، تماس با این آدم و اون آدم زمینی‌سازی نکرده. یک پیام عام برای مجموعه شاخه‌ها و گروه‌ها و افراد مخالف حکومت و به خصوص با مردم و نهادها، و به نوعی میشه این رو یک بیانیه برای فردای ایران هم در نظر گیره. وقتی به جزئیات مالی میپردازه، از فتح یاد میکنه، از سازمان بین‌المللی کار یاد میکنه و تلویحا میگه که این فکر باید بعد از عبور از جمهوری اسلامی ایران رو به اقتصاد دنیا و ایران رو به جامعه جهانی پیوند بزنه تا به جایگاهی که طبیعت این کشور هست برسه، و به نظر من بیانیه جامع و بسیار معتدل و خوبی است. توصیه شما به شاهزاده و نیروهای مخالف رژیم در داخل و خارج برای پیشبرد این پیمان نوین چیست؟ ببینید، من الان در مقامی نیستم که با شاهزاده مشورت بکنم یا مشورت بدم یا حرف ایشون رو بشنوم. این ارتباط الان به اون صورتی که شما میگید نیست، و بسیاری از مشورت ها رو آقای فرهودی بایستی خصوصی داد و یا غیر علنی مطرح کرد تا اینکه نتیجه اون علنی بشه. من نمیدونم زمین سازی که قبل از صدور پیمان نوین شروع شده چه هدفهایی رو در نظر داشته. به نظر من ایجاد یک گروه خاص که جامعه ما رو بشناسه، با رسانه‌های بین‌المللی در ارتباط باشه، بتونه پیگیری بکنه کنش‌ها و واکنش‌هایی رو که انتشار این پیمان ایجاد کرده،
در رسانه‌های بین‌المللی موضوع رو مطرح بکنه یا زمینه دیدارهای سیاسی رو به صورت منظم فراهم بکنه. من چه مشکلی میبینم که مثلا شاهزاده رضا پهلوی در این نقطه از دنیا با آقای خوان بوایدو در ارتباط قرار بگیره و این مذاکره انعکاس بین‌المللی پیدا بکنه. ونزوئلا با دولت کنونی در ایران ارتباط نزدیک دولت فعلیش داره، اونها هم یه دیکتاتوری دارن تحمل میکنن. گوایدو قطعا به قدرت در ونزوئلا خواهد رسید و ما امیدواریم که شاهزاده رضا پهلوی هم بتونه کمک بکنه به آزادی ایران و هیچ دلیلی نمیبینم مثلا این دو نفر اگر با هم ملاقات بکنن تجارب متقابل هم دیگر رو به رسانه ها حتی برسونن، این کمکی به هر دو کشور به هر دو ملت خواهد کرد یا خیر، ولی نظیر برگزاری چنین تماسهایی که مشروعیت میده به هر دو چهرهی که نماد آزادی برای فردای کشورشون میتونن باشن کمک میکنه به پیشبرد بخش روانی و تبلیغاتی قضیه و البته ایجاد ارتباطاتی با مردم در داخل کشور و انعکاس بیش از پیش این پیام، باز کردنش، شرح دادن جزئیاتش و خلاصه کردنش برای درک مردم. خمینی وقتی با ایران 45 سال پیش ارتباط برقرار میکرد، یک سخنرانی و یک بار به منبر رفتنش نبود که روی مردم تأثیر گذاشته بود، این حرفا در طول هفته ها و ماه ها به صورت مداوم و حتی افکار سرکوب میکرد به داخل ایران میرسید و باید این تداوم رو ما در پیشبرد این موج در نظر داشته باشیم و کنار تماس های سیاسی از نوعی که من به اون اشاره کردم اقدامات سازمانی هم شکل بگیره. فرشگرد گروه خوبی بود، جوانای خوبی، شما گفتید آدمایی که از داخل خارج میان، این همیشه امکانش وجود داره. شما تا اینکه یک مطالعه دقیق بکنید قادر نیستید که درک بکنید واقعا کدوم عنصر داخل ما عنصر کرمو بوده، عنصر وارداتی بوده و یا اینکه اصلا طبیعتاً ذاتش این بوده. شما چقدر پرونده جاسوسی دارید آقای فرهودی که بعد از 3 دهه مثلا معلوم شده که چه کسی از بریتانیا برای روسا یا اتحاد شوروی جاسوسی میکرده یا چه کسی در نهادهای اطلاعاتی CIA و یا حتی FBI سازمان امنیت داخلی کشور آمریکا از طرف شوروی نفوذی بودن. اینها ممکنه وجود داشته باشن، ما باید از عمل کرده اونها که آیا یک جریان رو کمک میکنن یا کمک نمیکنن درک بکنیم که آیا این مورد سازنده است یا خیر. ولی وقتی شما شکل شبکه داشتید آقای فرهودی و تمرکز نداشتید، سازمان نداشتید، یا بایستی که در کوتاه مدت به هدفتون برسید و اگر به هدف نرسیدید اون چی ایجاد کردید پاشیده میشه. خب آقای طریزاده توجه داشته باشید که در زمان انقلاب 57 خمینی پول زیادی خرج کرد، حالا این پول از کجا تامین شد اون بماند. برای براندازی یک حکومت، برای عبور از یک رژیم نیاز به بودجه خوبی هستش. آیا فکر میکنید این پیمان نوین بدون یک کمک خیلی سخاوتمندانه از سوی حالا هر کسی، از سوی گروه های مختلف، از سوی ایرانیان فرض کنید متمول، آیا این قابل پیشبرد پیشرفت هستش یا اینکه فکر میکنید اگر پولی نباشه در میان این پیمان نوین هم مثل تجارب دیگه خواهد شد؟ اگر ما آرمانگرا باشیم میگیم آقا بله باید مستقل عمل بکنیم، بله بایستی از خارج کمک نگیریم، ولی در دنیای واقعی پاسخ شما خیر، یعنی به هیچ بودجه احتیاج نداره؟ پاسخ من این است که احتیاج داره، بدون بودجه و اعتبار موفقیتش قابل ضمانت نیست. بله. خب این بودجه از کجا فکر می‌کنید میتونه تامین بشه؟ اینو من نمیدونم، بیانیه رو من صادر نکردم، من شاهزاده رضا پهلوی هم نیستم، ولی ایشون هم یقیناً واقف هست که خدا هم همه کارشو با ابزار انجام میده و ابزار کار امروز تبلیغات. شما وقتی در دموکراسی ها میبینید بیش از 1 میلیارد دلار هزینه های مثلا انتخابات آمریکا میشه برای اینکه پیامی که باید به مردم برسه که در نتیجه گرفتن پیام چهره ای رو انتخاب بکنن یا از فکری پشتیبانی بکنن پول هست و این پول باید صرف تبلیغات بشه، چطور انتظار دارید که چهره ای بدون داشتن ابزار دور از مملکت خودش بتونه فکری رو محقق بکنه بدون اینکه این ابزار در اختیارش قرار بگیره؟ و ابزار امروز که قابل تسعیر به هر ارزش دیگری است متاسفانه پوله. حالا اندکی دیرتر در برنامه پرسش‌های دوستان رو مطرح می‌کنیم در رابطه با همین پیمان
نوین شاهزاده. و اما تا انتخابات آمریکا مدت زمان زیادی باقی نمانده و سه‌شنبه شب در ایالت اوهایو که یکی از ایالت‌های کلیدی برای کسب پیروزی توسط هر یک از دو کاندیداست، شاهد اولین مناظره بین دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن از حزب دموکرات بودیم که در مورد 6 مسئله مهم داخلی از جمله بحران کرونا، ناآرامی اجتماعی و انتخاب قاضی برای دیوان عالی کشور به ابراز نظرات خود پرداختند. اما این مناظره بسیار پرتنش و بی‌نظم بود و دو کاندیدا به جای تشریح برنامه‌های خود برای پیشرفت کشور، کارنامه یکدیگر را به باد حمله گرفتند. آقای ترامپ در مجموع 73 بار وسط حرف جو بایدن پرید که سرانجام بایدن با این جمله که میشه خفشی مرد، رقیب خودش رو به سکوت فراخواند. یکی از مفسران انگلیسی میگفت اگر این مناظره رو به مسابقه پرتاب کیک خامه‌دار تشبیه کنیم، قاعدتاً شرکت کننده ای که با آثار کمتری از اصابت کیک به سر و صورتش از میدان بیرون بیاد رو باید برنده بدونیم، که با این حساب به نظر این مفسر جو بایدن این عنوان رو به خودش اختصاص داد. در نظرسنجی شبکه CBS آمریکا هم بایدن با 48% در مقابل 41% برای ترامپ برنده مناظره سه‌شنبه شب معرفی شد. دکتر تقی‌زاده، ارزیابی شما از این مناظره چی بود؟ مناظره کسل کننده ای بود، مناظره ای بود که هر بیننده ای بعد از تماشا احساس تأسف میکرد از وقتی که صرف دیدن این گفتگو کرده، ولی شاید کسانی که در رسانه بودن و هستن و ترامپ هدف نهاییشون بود و تخریب او، زمینه ساز این تشنج بودن. اونها میخواستن از ترامپ چهره زشتی ترسیم بکنن و این چهره زشت رو ترسیمش از زمانی که آقای ترامپ قدرت به دست گرفت آغاز کرده بودن و کوتاه هم نیامدن. و حتی به این گروه کسانی که گمانه‌زنی افکار عمومی انجام میدن هم پیوستن و در حقیقت این دوتا کنار هم دارن کار میکنن. و این نگرانی هم نزد رئیس جمهور آمریکا وجود داره برای اینکه بخت انتخاب شدن داشته باشه یا نداشته باشه و تلاش میکنه و حتی کسانی که اطراف او هستن و مشاوره میدن که از همه ابزارش برای کوتاه کردن دست رقیب استفاده بکنه. و این شیوهی بود که حتما به ترامپ توصیه شده بود که کوتاه نیاد، مسالمت نکنه و سعی در تخریب چهره آقای بایدن داشته باشه. من نمیدونم این تاکتیک موفقی بود یا خیر، ولی در بهترین شرایط هر دو در زشت کردن برنامه 50-50 بودن. شما کافی بود آقای فرهودی چهره آقای جو بایدن رو از پشت سر نشون بدی، گردن باریک و وضعیت شکننده و تأملهایی که گاهی در پاسخگویی به او دست میداد و خودتون به جای یک رای دهنده آمریکایی بگذارید که آیا در وضعیت فعلی یک کسی که 47 سال در مرکز دولت بوده، 47 سال تجربه کاری داره، حالا در زمانی است که شاید 8 سال 10 سال از زمان بازنشستگیش گذشته و واقعا سلامت شکنندش به او بخت تضمین شده برای 4 سال کار هم نمیده، چه رسد به 8 سال در تصمیم گیری متزلزله، هرگز در خط مقدم نبوده. آیا این رای دهنده این آدم رو به آدم دیگه‌ای که 4 سال تجربه کاری داره ترجیح میده یا نمیده؟ ولی این دیدگاه در تبلیغ قضیه و فراهم کردن زمینه مصاحبه نزد طرفداران ترامپ شاید وجود نداشت و برخورد و تهاجم رو به عنوان تاکتیک اولیه انتخاب کرده بودن. ولی این تاکتیک در مناظره های دوم و سوم به نظر من تغییر خواهد کرد وقتی مذاکرات شکل موضوعی پیدا میکنه. به نظر من این رو بایستی با به عنوان یک دستگرمی خیلی تلخ ازش عبور کرد. بسیار. حالا آمار ارقامی که از آمریکا میرسه حکایت از این داره که از هر 10 آمریکایی تنها یک نفر تصمیم خودش رو برای رأی دادن به نفع یکی از دو کاندیدا نگرفته و از این رو مناظره ها نمیتونن نقش سرنوشت ساز و تعیین کننده ای در نتیجه انتخابات داشته باشه، مگر اینکه یکی از این دو کاندیدا مرتکب گافی بزرگ در مناظره بشه
که اون هم تقریبا بعید به نظر میرسه. خب دکتر تقی‌زاده، فکر میکنید انتخاب مجدد ترامپ یا پیروزی آقای بایدن اصولا چه تأثیری میتونه بر سیاست آمریکا در قبال ایران و وضعیت کشورمون داشته باشه؟ یعنی اگر بایدن رئیس جمهور بشه تکلیف تحریم ها چی میشه، و اگر ترامپ ببره آیا برای بعد از انتخابات برای ایران نقشه راهی داره؟ البته ناگفته نمونه که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که برای اونها فرقی نمیکنه که کدام یک از این دو کاندیدا برنده بشه. مقامات جمهوری اسلامی دروغ میگن، شکر میخورن، همچین حرف میزنن. ترجیح اونها کاملا روشنه، ترجیح اونها آقای جو بایدن هست. البته جو بایدن رو اونها هم میدونن که نباید به عنوان یک هدیه کامل توی ذهن تقسیم بکنن، ولی من به موضوع دیگری میپردازم که دلیل استقبال بیش از حد جمهوری اسلامی از جو بایدن رو بشه به نوعی هضم کرد، و اون اثر روانی یک تغییره. شما وقتی که میبینید در مثلا خلیج مکزیک یک پالایشگاه آتیش میگیره یا یک نفتکش زده میشه، بلا فاصله، این البته مال زمانی است که قیمت‌های نفت قیمت رشد طبیعی داشتن یا کاهش طبیعی داشتن، قیمت‌های تثبیت شده بود، در اون شرایط بلا فاصله میگید که بازار واکنش روانی نشون میده، بین 1% 2% قیمت نفت بالا میره، در حالی که این 1% 2% قیمت نفت ارزشش به مراتب چند برابر بیشتر از هزینه‌ای بود که لطمه خوردن یک پالایشگاه در مکزیک میتونست به بازار نفت بزنه. این اثر روانی در مورد جو بایدن هم وجود داره، یعنی با تصور این که جو بایدن گزینه بهتری است، گزینه آرامتری است، اهل مذاکره است و نه جنگ، بازار ایران مقداری قوت قلب میگیره، حکومت هم به نوعی میتونه روی این امید سرمایه گذاری بکنه، و البته دیپلماسی خط دوم، سکند تایر دیپلماسی، کار خواهد کرد، و آقای بایدن این آمادگی بیشتر رو نشون داده که با شرایط مناسبتری آماده گفتگو با جمهوری اسلامی است، نه به این علت که تحریم ها برداشته خواهد شد، نه به این علت که تغییر فوری در مناسبات آمریکا و ایران ایجاد میشه. اثر روانی این کار به حکومت برای ماندگاری بیشتر کمک میکنه، و اونها که طبیعتا یا در وضعیت جنگ قرار دارن و یا فروپاشی، به سمتی خواهند رفت که امتیازاتی رو از دست بدن، و همونطور که در سال 2015 با آمریکا به توافق رسیدن، به نوعی برای خودشون وقت بخرن. به نظر من بایدن آماده است این وقت رو به اونها بده. بله. حالا این صحبت‌های آقای نتانیاهو رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت که ایران به اندازه کافی مواد لازم داره که ظرف چند ماه 2 بمب اتم بسازه. آیا این ممکنه یک مستمسکی بشه برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، فرستادن پروندهش به شورای امنیت، اصل 7 منشور، و خلاصه اینکه جمهوری اسلامی درگیر بشه برای ساختن بمب اتمی؟ آقای فرودی، ما فقط احتیاج به اورانیوم یا پلوتونیوم 238 نداریم، باید ابزار دیگه فراهم بشه و این مقداری زمان و تجهیزات میخواد، ولی همه این زمان رو در گذشته جمهوری اسلامی داشته و این تجهیزات رو هم فراهم کرده. خیلی پیشرفته نیست، خیلی احتیاج به شق القمر نداره. کشورهایی از نظر صنعتی عقب مانده مثل پاکستان این کار رو قبلا انجام دادن در یک فاصله حدود 16-15 ساله، هندی ها در فاصله کمتری این کار انجام دادن، و آمریکایی ها چون این فناوری داشتن از زمانی که تصمیم گرفتن بمب اتمی بسازن در لوس آلاموس، تنها چند ماه وقت میخواستن که از نقطه صفر اورانیوم غنی ساده شده در حد مطلوب و همینطور پلوتونیوم برای ساختن یک بمب چاق یا مرد چاق فراهم بکنن. بنابراین فناوری که حالا دانشش در تمام دانشگاه ها وجود داره، هر کشوری میتونه برای ساختن بمب اتمی برای فاصله چند ساله به اون مبادرت بکنه، جمهوری اسلامی هم قادر به این کار هست. لازمه دستش اورانیوم غنی سازی شده بود که این رو الان در حدود 1800 کیلوگرم در اختیار داره که اینها حداقل برای ساختن دو بمب کافی است. قبلا ماشه اتمی رو اینها آزمایش کردن، قبلا شلیک نوترونی صورت دادن،
قبلا تبدیل گاز به فلز اورانیوم و پردازش فلز اورانیوم رو صورت دادن و تنها مونتاژ کردن این قطعاته که زمان لازم برای ساختن بمب خطری که آقای نتانیاهو ازش یاد میکنه به عنوان خطر یک امکان بالقوه و عملی است. و به این علت که آژانس هم و کشورهای اروپایی هم به ظاهر دلشون میخواد پای بازرسا از ایران کوتاه نشه، در حالی که اونها هم میدونن که جمهوری اسلامی در مسیر ساختن بمب اتمی است. خب حالا که صحبت از آمریکاست دکتر تقی‌زاده، حیفه که اشاره‌ای به اظهارات حسین سلامی فرمانده رجزخان سپاه در مجلس نداشته باشیم که گفت هیچ کس آرزو نمی کند که شهروند آمریکایی باشد، هیچ کس به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کند و در درون آمریکا مردم مرگ بر آمریکا می گویند. این یعنی نفوذ زبانهای سیاسی انقلاب حتی در قلب سرزمینی که آمریکا نام داره. دکتر تقی‌زاده، به نظر میرسه که بین چهره‌های کشوری و لشکری نظام رقابتی تنگاتنگ برای یاوه‌گویی و لیچاربافی جریان داره و ظاهراً هر کدوم که خزعبلات بیشتری بر زبان بیاره از حضرت آقا علی خامنه‌ای خلعت بیشتری دریافت میکنه. نظر شما چیه؟ واقعیت دردناک این است که این رقابت وجود داره. وقتی علی خامنه‌ای از جن صحبت میکنه و این در فاصله چند سال بعد از این است که رئیس دولت احمدی نژاد و معاون او آقای مشایی به همین وجود، یعنی وجود جن و امام غایب و نگه داشتن صندلی خالی باور ظاهرن دارن، آقای سلامی که سوادش در حدی است که دستگاه کرونا یاب رو عرضه میکنه با این تهدید که این رو با آمریکایی ها نمیگیم تا زمانی که تحریم ها رو از ایران بردارن، واقعا ایران به دست دلغک ها افتاده. آقای بایدن متهم میکرد ترامپ رو به اینکه کلان شده، دلغک شده، ولی دلغک ها در ایران روی منبر هستن و از روی منبر موعظه میخونن، دلغکی میکنن به سبک خودشون و حکومت متاسفانه به دست این هاست. به نظر من یکی از دردناکترین کمدی های سیاه مربوط به همین آقای فرمانده سپاه پاسدارانه که حتی مدارج فرماندهی رو هم ما میبینیم از هر آدم به آدم بعد شأن نزولش، نه نزول آیه، به مراتب چشمگیرتر از دوره انتقال پیشینه. بله کاملا درست میفهمم. خب دوستان، نوبت طرح پرسش هایی میرسه که شما هموطنان گرامی از طریق توییتر ارسال داشتید. مرجان نوشته شاهزاده کی و چه موقع اقدام عملی مثل نشست و گفتگو دور یک میز با سایر تفکرات معارضین انجام میدهد؟ دیگر سخنرانی یک سویه و نصایحانه بس است، مردم منتظر اقدام عملی و واقعی هستند. دکتر تقی‌زاده لطفا این توییت ها رو خیلی به اختصار پاسخ بدید، بفرمایید. اتفاق نظر و اتحاد آقای فرهودی یک جاده دو طرف است، ولی کسانی هستن که مثل ملا نصرالدین بدون حتی داشتن ابزاری خودشون رو مرکز دنیا میبینن و به بقیه میگن متر بکنید. میدونن، میگن، اعتراف میکنن که شاهزاده محبوب ترین چهره از طرفدار داره، ولی با این حال میگن بیا تو گروه ما و مثل افراد عادی خود مهمتر بنشینه. وقتی میپرسیم تو کی هستی، حتی از توضیح جایگاه خودشون باز میمونن. یکی فرزند یک آخونده. خب این که فرزند آخونده توی ایران چند ده هزار آخوند داریم که حالا با عمامه بی عمامه، با لباس بی لباس نشستن، و اگر واقعا فردا ایران قرار است فردای مذهبی باشه که پیشینه یک آخوند یا آخوندزاده بتونه وچه امتیاز باشه برای اینکه خودشو مرکز تلقی بکنه، پس همه آخوندهایی که در ایران هستن بایستی برای خودشون یک نماینده در این جمع داشته باشن، در حالی که میبینید رضا پهلوی فقط یک نفره که پدر او تداوم تاریخی 2500 ساله ایران رو رقم زده و خود او نماد این انتقاله. شاه فقط یکیست، رضا شاه فقط یکیست، ولی آخوند و آخوندزاده زیاد بودن، ضمن اینکه فردای ایران فردای ایران آزاد ملیگراست و نه آخوندی که بخواد با تعلیم و تربیتی که از خانواده خودش گرفته اون رو به فردای ایران منتقل بکنه، حتی با تعویض لباس. اینو میخوام بگم به این علت که آقای فرهودی فقط این شاهزاده نیست که باید به سمت دیگران بره، دیگران هم بایستی این لبیک رو بگن.
و مرکزیتی شاهزاده برای خودش قائل نشده، چرا دیگران برای خودشون مرکزیت قائل میشن؟ از کجا این آیه آمده که مردم ایران همه میخوان جمهوری داشته باشن، همه میخوان کمونیست باشن، همه میخوان مجاهد خلق باشن، همه میخوان فدایی باشن، همه میخوان عضو حزب توده باشن؟ اینها رو کی گفته؟ ولی یک چتر فراگیر میتونه همه اینها رو دور هم جمع بکنه، به شرطی که اونها هم از رفتن به زیر این چتر که هیچ مرکزی نداره، کسی هم اونو نگه نداشته، استقبال بکنن و ارزش خودشون رو به محک رأی مردم بزنن بعد از عبور از این حکومت. بله. خب میدونیم که این پیمان با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت روبرو شده. من دیدم در همین اینستاگرام بیش از 811,000 ویو داشته این پیام شاهزاده. یکی از دوستان به نام مترجم توییتر فارسی همین مسئله نشست شاهزاده با گروه‌های فکری مخالفان جمهوری اسلامی رو مطرح کرده و میگه این نشست چه زمانی شکل میگیرد؟ نمیدونم، این رو بایستی واقعا از شاهزاده پرسید. من در جایی قرار ندارم که پاسخوی این مطلب باشم، واقعا پاسخی برای این قضیه ندارم. کاربری به نام نموس 07 سوال کرده مخالفت گروهک های چپ مقیم انگلیس و سوئد را با پیمان نوین چگونه تفسیر میکنید؟ نیروهای چپ با هیچ گروهی نمیسازند. یکی از اشکالات گروه های چپ ما که جمهوری خواه متعلق به همین هستند، خودخواهی و انحصار طلبی شونه. این فرهنگ کمونیستی است، فرهنگ توده است که انحصار طلبه و حتی اگر میخواد به دموکراسی هم رو بکنه این رو در شکل دیکتاتوری میبینه. بنابراین استثنایی نباید قائل شد بین کسانی که چپ هستن در لندن هستن یا چپ هستن در استکهلم هستن. در هر کجای دنیا این باقی مانده ها ماندن که نیروی جوان هم نگرفتن، تحول فکری هم پیدا نکردن، انحصار طلبی است. بله. ماسکد بال میگوید فاز عملیاتی پیمان نوین کی و چطور انجام میشه؟ برای این هم من پاسخی ندارم آقای فرودی، این رو بایستی که شاهزاده پاسخگو باشن. یعنی فکر میکنید شاهزاده و مشاورانشون پیشبینی گام های بعدی رو هم کردن؟ دکتر باید کرده باشن. البته میگم آقای فرودی، تکرار میکنم که این بیانیه نقاط قابل توضیح داره، ممکنه حتی اشکالاتی درش وجود داشته باشه، ولی شما اگر مسیحی هستید 4 کتاب ظاهراً پیام عیسی رو بایستی که در دست داشته باشی که 4 راوی اون رو روایت کردن و هزاران ایراد بهش وارده. قرآن هم همینطور. آیا قرآن واقعاً بیغلطه یا اینکه صدها ایراد رو آدمهای کاشف به اون وارد کردن که بعضی از اونها قابل اثباته؟ بنابراین پیامی که یک مرد یا یک گروهی به اندازه شماره یک دست روی اون توافق به عمل آوردن نمیتونه بدون عیب باشه و این عیب ها رو در کنار توضیحات لازم باید به اون افزود. ولی وقتی که شما میگید یک چیزی خوبه، وقتی خوبی هاش بیشتر از بدی هاش به نسبت هست، از اون باید حمایت کرد، ضمن اینکه جایگزین دیگه ای ما نداریم غیر از آدم هایی که حرفهایی واقعا در حد یاوه‌گویی به زبونشون میاد یا به صورت بیانیه یا شفاهی. ما هیچ سند مدون روشنی نداریم که راهگشای نوعی اتحاد و اتفاق باشه و از این مرجع معتبر بیاد و این اعتبار از مردم گرفته باشه و این سند این نقطه خالی رو به نوعی تا حدی پر میکنه. بله. پرنس آف پرشیا میگوید خواهش میکنم از جناب تقی‌زاده بپرسید چگونه میشه افرادی که در شورش 57 خود یا پدرانشون دست به قتل عام مردم زدن یا در چپاول ثروت ملی نقش داشتند فلحال به پیمان نوین شاهزاده ایراد میگیرند؟ یادمون باشه شاهزاده کودتا نکرد، بلکه پدرشون یکی از بزرگترین اقتصادها رو به اینها تحویل داد. این پرسش و پاسخ هر دو در این مطلبی که شما خوندین آقای فرودی بود و من واقعا توضیح اضافی ندارم. هادی میگوید کامنت من اینه که با وجود همه تخریب هایی که مغرضان بر علیه شاهزاده انجام میدهند، شاهزاده تنها راه، ساده ترین راه و مطمئن ترین راه برای سرنگونی رژیم آخوندی و رسیدن به یک ایران سکولار و آزاد است، که این هم به صورت کامنت
مطرح شده. اردشیران میگوید با توجه به شناخت جناب تقی‌زاده از شاهزاده، آیا به تصور ایشان شاهزاده ارتباطاتی در داخل کشور دارند برای عملی کردن اعتراضات و اعتصابات و یا حتی پیوستن ارتشی ها و نظامیان به مردم؟ ایشان مصممتر و با اطمینان خاطر بسیار بیشتر از پیش سخن گفتند که به مخاطب چنین احساسی را القا می کرد. این ارتباطات وجود داره آقای فرهودی، ولی من گستره اون رو ازش مطلع نیستم، ولی تصورم این است که ارتباط بیشتر از داخل ایران به خارج تا از خارج از ایران به داخل ایران. بله. بختیار میگوید چه ضعفی در فعالیت‌های رضا پهلوی می‌بینید که اگه کنار گذاشته بشه هم به نفع خود رضا پهلوی و هم به نفع فعالان سیاسی؟ اینجا اون نکته است که آقای فرهودی، من چند دقیقه قبل با شما صحبت کردم، بعضی از مطالب رو میشه خصوصی در شکل گفت و شنود مطرح کرد و بعضی ها رو بایستی که رسانه‌ای کرد. این نه به علت پنهانکاری است، به علت طبیعت موجوده. شما زندگی خصوصی یا رفتارهای خصوصی یا کار خصوصی خودتون رو با کسی در زمینه ای مشورت میکنید، با کسی دیگری نمیکنید. این نکات رو به نظر من اگر که بگذاریم برای بحثایی که غیر رسانه‌ای هست شاید بهتره. بله. کاربری به نام آریایی میگوید به حرفهای آقای خمینی در پاریس گوش کرده اید حتما. حالا سوال اینجاست، آقای رضا پهلوی اینقدر قشنگ صحبت کردن، ضمانتی هست مثل خمینی که به قدرت رسید نگه خودعه کردم؟ هرچند شخصیت ایشان اهل فریب نیست، ولی مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسن. هر دارن که اونها بترسن، ولی به درستی خود ایشون قضاوت کرده که خمینی رو همه میشناختن ولی خودشون رو گول میزدن، انتظار نداشتن که خمینی تغییر بکنه، این تغییر رو در ذهن خودشون بافته بودن. شاهزاده رضا پهلوی هم همه از دور و نزدیک میشناسن و میدونن که این مرد اهل خشونت نیست، این مرد تمرکزگرا نیست، خودمحور نیست و آماده سازشه. بله. بابک زند میگوید راهکار عملی فرمایشات شاهزاده آیا نباید به تشکیل شورای رهبری و دولت در تبعید تبدیل شود تا دیده شود؟ بله. موافقین پس؟ حتما. حالا اسمش دولت نیست یا هر گروه سازمان دیگریست، ولی یک دست هرگز صدا نداشته نخواهد داشت و انتقال قدرت در یک مملکت 85 میلیونی با وسعت و وضعیت ژئوپلیتیکی یا جغرافیای سیاسی که داره مطلقا از یک مرد و یک دست ساخته نیست. احتیاج به یک نهاد و سازمان هست که این شناخته شده باشه و احتیاج به یک تیم برای انتقال قدرت هست. این رو خمینی هم با حتی گزینه‌های 41 سال 2 سال پیش ناگزیر بهش بود. شورای انقلاب درست کرد، هرچند شورای انقلاب نقشی عملا در دولت نداشت ولی زمینه ساز انتقال قدرت شد. بله. کاربری به نام آتش زیر خاکستر میگوید رضا پهلوی را بیار، که فکر میکنم نظر منظورشون اینه که با ایشون گفتگو بکنم و پاسخم به این دوست عزیز و بقیه دوستان اینه که بارها از ایشون دعوت شرکت در برنامه رو کردم ولی از شما چه پهنون، دفتر رسانه ایشون هر بار گفتن که شاهزاده فعلا مصاحبه نمیدن، ولی در اولین فرصت که ایشون به عرصه مصاحبه برگردن با شما تماس خواهیم گرفت، که البته بنده هنوز در انتظار این تماس هستم. خب دکتر تقی‌زاده، نکته دیگری هست بخواید اضافه کنید به گفته هامون؟ شما فصل خطاب هستید، این کلام آخر رو شما واگذار میکنم و از اینکه این فرصت رو من دارید در کنار شما باشم خوشحالم و سپاسگزار. دکتر تقی‌زاده عزیز، ممنونم از حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن. سپاسگزارم از شما دوستان گرامی که هر هفته از طریق وبسایت بنده visionfarhoodi.com و شبکه های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه پرسش و پاسخ از لندن رو دنبال میکنید و نظرات خودتون رو ابراز میدارید. تا پرسش و پاسخی دیگر از لندن، ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. ایام بخیر.